سلام امیدوارم حالتون خوب باشه در دو جلسه قبل آموزش پایتونمون رفتیم سراغ دستبندی دستورات مربوط به ظاهر و صدا اسپرایت ها و تصویر پس زمینه حالا از این دستبندی دستورات چند تا دستور هنوز مونده که اونا رو میخوایم توی این جلسه یاد بگیریم و بعد یک پروژه کوچیک رو با کمک در واقع دستورات مربوط به ظاهر و صدا با کمک پایتون برنامه نویسی کنیم رو این جلسه رو با دقت ببینید و سعی کنید که با خلاقیت خودتون این دستوراتی که تا اینجا دوره یاد گرفتید رو یک تبدیل کنید به یک پروژه های کد نویسی لطفا جلسه رو ببینید. خب تو جلسه قبل با اهمیت موسیقی و صدا و افکت های مختلف صوتی توی دنیا برنامه نویسی آشنا شدیم حالا تو این جلسه میخوایم در مورد گرافیک توی دنیا برنامه نویسی صحبت کنیم نقش بسیار بسیار مهمی داره گرافیک در واقع یه جورای یوزر اینترفیس یا رابط کاربری هست که ما با کود نویسی برقرار میکنیم یعنی همه یه سایت ها اپلیکیشن ها نرم افسار ها و چیزهای مختلفی که برنامه نویسی میشن اون ظاهرشون رو ظاهر گرافیکیشون رو ما با کمک گرافیک میبینیم گرافیکی که به صورت حرفه‌ای با نرم مختلف ساخته شده یا مثلا در واقع کد نویسی شدن خب و ما هم دقیقا توی این دوره آموزشی که شروع کردیم که به اسم اسکرش و گرافیک هست همین قصد داریم یعنی میخوایم که دنیای گرافیک رو با دنیای برنامه نویسی ترکیب کنیم حالا چند جلسه از این دوره ضبط شده جلسات ادامه همین دوره آموزشی هم به زودی ضبط میشه و بهش اضافه میشه اما اگر شما خواستید با بخش پینت نمافزار افزار پیکتو بلاکس یا اسکرچ آشنا بشید میتونید این سه چهار جلسه اول رو ببینید این سه چهار جلسه اول در واقع توضیحات مربوط به خود ابزار پینت است از جلسه پنجم ششم به بعد ما وارد کد میشیم حالا توی نرم افزار پیکتوبلاکس ما میتونیم سه جا از ابزار پینت یا نقاشی پیکتوبلاکس استفاده کنیم یکیش اینجاست ببینید یک ابزار پینت اینجا داره که ما میتونیم اسپرایت ها یا شکلک های مختلف رو نقاشی کنیم دومیش اینجاست که میتونیم تصویر پس زمینه نقاشی کنیم و سومیش توی سربرگ کاستوم یا حالت هاست که میتونیم اینجا به این کاستوم هایی که برای هر اسپرایتی هست یه دونه جدید اضافه کنیم یعنی خودمونم نقاشیش کنیم خب حالا هر اینا از نظر فضای کاری عین همن هیچ فرق نمیکنه مثلا من الان میخوام یک اسپرایت نقاشی کنم اینو میزنم و وارد ابزارهای نقاشی پیکتو بلاکس میشیم اینجا میتونیم هم وکتور نقاشی بکشیم هم بیت مپ حالا اگر فرق این دوتا رو میخواید بدونید و کاربرداشون رو باید به فیلم های آموزشی دوره گرافیک ایران استیم مراجعه کنید اینجا میتونید از این ابزارها استفاده کنید دیگه مثلا من الان یک مستطیل قرمز رسم کردم یا یک دایره مثلا میخوام سبز رنگ رسم کنم با خط دور مشکی و مثلا خط دورش زخامتش خیلی بیشتر باشه ابزار مختلفی وجود داره که مثلا شما میتونید اینجا هر شکلی که دوست داشتید رو انتخاب کنید اینا رو این گوشه هاش رو انتخاب کنید کوچیک بزرگش کنید تغییرش بدید که میتونه خیلی ابزار جالب و واقعا ساده باشه پینت پیکتو این یکی دکمه که گفتم توی جلسات قبل سپرایزه یک در واقع اسپرایتی رو به صورت تصادفی وارد میکنه حالا مثلا ببینید این رو وارد کردن این سبز رو من مثلا پاکش میکنم یکی دیگه اینا خیلی کاربرد ندارن و آخری هم که آپلود اسپرایت دیگه یعنی ما میتونیم اسپرایت ها با پسوند های مختلف با این پسوند های SVG, PNG, JPEG و خود پسوند اسپرایت رو وارد پیکتوبولایز کنیم همچون پسوند متحرک گیف و نکته مهمی که وجود داره اینه که برای اینکه عکسی رو وارد پیکتوبلاکس کنیم باید تصویر پس زمینه نداشته باشه ببین مثلا من اومدم الان توی گوگل سرچ کردم PNG image Mario عکسای بدون پس زمینه با پسوند PNG ذخیره میشن تو اینترنت هم پره یعنی شما میتونید به راحتی این ها رو پیدا کنید یا حتی از این ابزار نقاشی پیکتوبلاکس استفاده کنید برای پاک کردن تصویر پس زمینش. حالا برای اینکه مثلا من به شما نشون بدم تفاوت این دوتا دوتا عکس ماریو سیف کردم رو کامپیوترم ببینید یکیش من سایزش بکنم پنجاه درصد این دومیشه این هم میذارم پنجاه درصد به از ظاهرا هیچ فرق با هم ندارن دیگه ببینید دوتا عکس ماریو ولی اگر تصویر پس زمینه این پشت کار ببینید مثلا میام و این جنگل رو به متوجه میشید که چقدر مهمه که عکسامون تصویر پس زمینه نداشته باشه یعنی سفید باشه پی باشه حالا جدای این فضای پینت و ابزارهاش ما میخوایم با کمک کد نویسی پایتون یک کارای گرافیکی روی این اسپرایت ها انجام بدیم تا الان با دستور sprite.setsize 70 درصد بعد ران رو که میزنیم ببینید الان اینو کرد 70 درصد اما دستورهای دیگه هم برای کارهای گرافیکی هست که توی دستبندی ظاهر قرار می گرن. یعنی توی دستبندی ظاهر ما اینجا فقط ست سایز و سپرایت سایز که یه جور گزارش بود رو یاد گرفتیم و همچنین چینج سایز خب حالا میخوایم بریم سراغ افکت افکت های گرافیکی حالا این دستورات مربوط به افکت های گرافیکی سه تا دستور هستند اگر با برنامه نویسی بلاک بیس آشنا باشید میدونید که توی بخش لوکس ما سه تا بلوک اینجا داشتیم که در واقع روی افکت های گرافیکی کار میکردن این همین سه تا بلوک رو به صورت دستوری توی پایتون هم داریم لیستش رو که باز کنید میبینید که کلی جلوه گرافیکی هست که مثلا کالر به معنی رنگ فیش آی شکل ماهی بگیره یعنی بزرگ میشه بعد پیکسلیت داریم موزایکی داریم برایتنس گوست و ویل که اینا همه رو میخوایم الان با هم یادشون بگیریم اولین جلوه گرافیکی که خیلی هم کاربرد داره همین کالر هست خب رنگ و توی سیستم رنگ اسکرش یا پیکتو بلاکس وقتی یه رنگی درجه تغییراتش صفر باشه میشه خودش وقتی هم که دیویست باشه میشه خودش دقت این سیستم رنگی پیکتو بلاکس و اسکرش هست یعنی اگر ما بگیم چینج افکت مثلا تا رنگ خودش میشه دقیقا ولی اگر مثلا یه عددی کمتر از دیویست بدیم به این فرم تغییر میکنه حالا من برای که به شما نشون بدم برگردیم به برنامه نویسی پایتون برای تغییر دادن افکت رنگی این ماریو اینجا می نویسم اسپرایت دات به یه ست افکت دوم میشه ببینیم دومی دو رو که اوورد انتخاب میکنیم و ست افکت حالا توی این پرانتزه باید بنویسیم که ما میخوایم جلوه گرافیکی کالر تغییر کنه و بعد میایم بیرون از پرانتزی کاما میگیم به اندازه یه مثلا 10 تا تغییر کنه وقتی که من این ران رو بزنم میبینید که به اندازه 10 تا تغییر کرد حالا مثلا اگه بگیم 200 تا ببینید برمیگرده به رنگ خودش ببین برگشت به رنگ خودش حالا کنار این دستور set افکت، change effect هم داریم من تایپ میکنم sprite dot change ببینید به محض اینکه change رو میزنیم همه این دستوراتی که مربوط به تغییره برامون میاد change x و change وای و چنج والیوم و change ساوند effect و change سایز و layer و effect حالا من اینجا افکت رو انتخاب میکنم ولی نکته که وجود داره اینه که خیلی خوبه که این چنج رو توی حلقه استفاده کنیم چون میتونه بارها و بارها تغییر بده پس بهتره که توی حلقه استفاده باشه می فور آی این رنج مثلا 10 تا خب دو نقطهش رو نباید فراموش کنیم اینتر میزنیم حالا چه کاری رو انجام بده بیاد و افکت گرافیکی رو خب ده تا ده تا تغییر بده مثلا افکت کالر رو داخلش می نویسم و اینجا از یک کاما استفاده میکنیم میگیم ده تا ده تا تغییرش بده حالا برای اینکه زمان هم وارد کارمون بشه می نویسیم این پورت تایم یک تایم اسلیپ هم بهش میدیم یعنی دو تا اسپیس می میزنم بیاد جلو تایم دات اسلیپ به اندازه یه نیم ثانیه بین هر تغییر افکت رنگش فاصله باشه پس الان اینجا ران رو بزنیم ببینید داره هر نیم ثانیه نیم ثانیه جلوه رنگیش تغییر میکنه ده تا ده تا حالا اگر بخوایم رنگش برگرده به حالت اول چون اینجا گفتیم که اسپرایت سید افکت صفر باید اینجا تعداد رنج رو بکنیم 20 تا خب که بشه 200 یعنی ده تا 20 تا میشه 200 تا و جلوه رنگمون برمیگرده به حالت اول ببینید اینجا میشه صفر و بعد ده تا ده تا 20 بار تغییرش میده و در نهایت میرسه به همون رنگ قرمزی که شروع کرده چون رنج رنگی پیکتوبلاکس تا دیویست تا هست همین کت رو هم میتونید برای هر اسپرایت دیگه بذارید دیگه مثلا برای اسپرایت این توبی هم که بذاریمش من این ماریوه رو دیگه پاکش میکنم اینجا این رو که ران بگیرید میبینید که همین اتفاق برای این شکلک توبی هم میافته من سایزش بزرگتر کنم مثلا بکنمش دیویست درصد و بریم سراغ بقیه جلوه های گرافیکی اینجا هر جلوهی که یادتون رفت میتونید برگردید به محیط بلاک بیس توی بخش لوکس اینجا این لیستش رو یادتون باشه این فیش آی ویل پیکسلیت موزاییک برایتنس اینا همه رو میتونید خودتون اونجا امتحان کنید مثلا من یکی دو تا دیگه رو امتحان میکنم اینجا مینویسم که جلوه مثلا موزایکیش ببینیم موزایکش چه جوری میشه خب الان جلوه موزاییک میخواد تغییر کنه 10 تا 10 تا این خط رو هم که نمیخوام و این تعداد تغییر رنجش هم میکنم 10 تا تعداد تکرارشو این تعداد تکرار دیگه ران رو, رو که میزنیم میبینیم که این داره شکل موزاییکی میگیره به اندازه 10 بار خب حالا اگر بخوایم این جلو پاک بشه باید از دستور اسپرایت دات کلیر استفاده کنیم توی جلسه قبل با کلیر ساوند افکت کار کردیم اینجا کلیر افکت کلیر افکت رو که بزنیم پرانتزش هم هیچی نمیخواد و uh, این میاد و همه جلوه های گرافیکی رو پاک میکنه ببین الان من اینجا تعداد تغییرش رو کم کنم مثلا بکنمش سه تا خب که دیگه از این ریستر موزاییکی تر نشه ببینید الان اینجا بازم داره موزاییکی تر میشه و آخرش که رسید به این دستور همه ی جلوه های گرافیکی رو پاک کرد مثلا میخوایم از جلوه گرافیکی فیش آی استفاده کنیم یه جور شکل مثلا زربینی بهش میده تکراراش رو بیشتر کنم مثلا میگم ده تا بعد ران بگیریم ببینیم چه اتفاقی میفته ببینیم یه حالت زربین مانند یه جلوه گرافیکی جالبیه بعضی تو بازیا استفاده میشه ازش و در نهایت هم کلیرش کرد دیگه حالا اینجا ما میتونیم قبل از این اسپرایت کلیر نهایی یه تایم اسلیپ بیشتری بدیم مثلا بگیم که اینجا که به اندازه یه دو ثانیه هم مکس کن و بعد پاکش کن حالا ببینید این فیش آی رو میاد ده بار تغییرش میده و در نهایت دو ثانیه همینجوری میمونه و بعد پاکش میکنه ببین الان دو ثانیه موند و بعد پاکش کرد جلوه گرافیکی بعدی گسته به معنی روح میبینید الان نوشتم گست و دهتا دهتا ده تا ده تا تغییر میده و کامل از تصویر محو میشه ببینید اینجا جلوه گرافیکی گست شکل روح میگیره و بعد از دو ثانیه هم که پاک میشه یعنی جلوه گرافیکی گست پاک شد بعدی برایتنسه برایتنس رو هم امتحان کنیم ببینید برایت نس که مخفف یه جورایی روشنایی هست برایتنس رو که اینجوری تغییر بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته براش خب این که کار نکرد به اینکه املاش رو من اشتباه نوشتم یعنی باید برگردم اینجا ببینم که برایتنس به چه صورت نوشته میشه اینجا توی این جلوه های گرافیکی میبینیم که برایتنس اینجوری نوشته میشه پس برمیگردم و اشتباه خودم رو درست میکنم اینجا برایتنس در واقع اینجوری نوشته میشه خب حالا بریم ران رو بزنیم و میبینیم که روشنایی این توبی داره ده تا ده تا زیاد میشه دو ثانیه در نهایت هم برمیگرده به حالت اولش افکت ویرل رو ببینیم اینجوری مینویسم که ویرل و ران رو میزنم ببینید یه حالت چرخشی بهش میده خیلی میتونه افکت جالبی باشه برای بعضی از بازی ها و پروژه هامون افکت پیکسلیت رو امتحان کنیم حالا ببینیم که چجوری میشه ببینید به صورت پیکسلی مثلا برای انتهای بازی ها مثلا شخصیت بازی که سوخته میتونیم از این افکت پیکسلیت استفاده کنیم خب این سه تا دستور جدیدی که یاد گرفتیم رو هم به جدول راهنمای برنامه نویسی پایتون توی نرم افزار پیکتوبلاکس اضافه کردم ببینید اینجا نوشتم که sprite.setEffect name effect توی علامت کوتیشن و کاما یه عددی که حالا اینجا به جای نیم افکت میتونید این هفتا جلوه گرافیکی رو قرار بدید اینجا هم براتون نوشتمش و یک مثالم که اینجا قرار دارم حالا این دستور میاد روی اسپرایت ها و همچنین تصویر پس سمینه. یعنی روی تصویر پس هم کار میکنه این دستور میاد جلوه گرافیکی یا افکت گرافیکی رو تنظیم میکنه بعد اگر خواستیم بارها و بارها تغییرش بدیم میایم از دستور چنج افکت استفاده میکنیم و مینازیمش توی یک حلقه و این نیم افکت دقیقا همین هفته است عدد جلوش هم که به معنی تغییر در هر باره هر بار چقدر تغییر کنه حالا اسپرایت دات کلیر افکت همه جلوه های گرافیکی قبلی رو پاک میکنه همه جلوه های گرافیکی قبلا روی اسپرایت یا تصویر پس زمینه اعمال شده رو این دستور پاکش میکنه پس این سه دستور جلوه گرافیکی رو یاد گرفتیم حالا دستورات مربوط به ظاهر توی برنامه نویسی پایتون پیکتو تموم شد فقط سه تا دستور مونده که اینا خیلی کاربرد زیادی ندارن مثلا یکیش اسپرایت دات تین که که به معنی فکر کردن یعنی خیلی با سی فرقی نمیکنه فقط یه کمی ظاهرش فرق میکنه که اینو الان باید یه بار امتحان کنیم و دو تا هم دستور داریم مربوط به لایه بندی یکی go to layer front یه عددی یکی هم change layer مثلا فوروارد یه عددی خب که اینا رو اگه بخوام بهتون نشون بدم مثلا اینجا من اینا رو پاک کنم اینجا می نویسم که اسپرایت دات تینک به معنی فکر کردن دقیقا عین سه یه چیزی داخلش می نویسیم مثلا می نویسیم هلو بعد اینجا میایم یک کاما و میگیم به مدت دو ثانیه این رو بگه خیلی فرقی با سه نداره یعنی مثلا ببینید ظاهرش که متفاوت من این رو دقیقا کپی میکنم میذارمش اینجا و اینجا می نویسم سه خب و حالا ران رو بزنیم این شکل تین این شکل سه می هیچ فرق ندارن یعنی اصلا هر کدومش رو که قاصید میتونید استفاده کنید اما گوتو رو چنج لیر ببینید مثلا من الان چند تا اسپرایت دیگه بیارم مثلا یه موقعهایی هست ما میخوایم این سیب همیشه روی مثلا این اسپرایت توبی باشه خب میتونیم توی کود نویسیمون یه دستوری بهش بدیم بگیم که همیشه برو به لایه اول مثلا الان این سیبه ممکنه الان ببینید اومد زیر این خرس توبی قرار گرفت من میتونم به این سیبه با کد نویسی دستور بدم بگم اسپرایت گو تو لیر بعد جلوش بنویسم فرانت یعنی بره به لایه اول و بعد یه عددی مثلا بگیم که لایه اول الان این رو که ران کنم ببینید این سیبه میاد روی این خرس توبی قرار میگیره یا مثلا میتونیم بگیم که فرانت رو بنویسیم بک یعنی اینجا بنویسیمش بک بعد این سیبه رو بردارم بیارم بذارم روی توبی بعد این کده رو ران میکنیم و میره پشت توبی قرار میگیره پس این دوتا دستور رو هم یاد گرفتیم که برای تنظیم لایه بندی اسپرایت های توی استیج هستن برای گو تو لیر باید از فرونت و بک استفاده کنیم برای چنج لیر باید از فوروارد و بکوارد استفاده کنیم پس اینجا دستورات مربوط به ظاهر اسپرایت ها و تصویر پس زمینه که با پایتون میتونیم برنامه نویسیشون کنیم تموم شد توی نرم افزار پیکتو بلکس. دستورات مربوط به صدا رو هم که جلسه قبل کامل کردیم خب حالا با همین دستوراتی که یاد گرفتیم میتونیم پروژه های خیلی جالبی رو به صورت پایتون توی پیکتو بلاکس کد نویسی کنیم شما برای اینکه این دستورات یادتون بمونه باید بارها بارها تمرینشون کنید و یکی از بهترین روش های یادگیری این دستورات پایه اینه که بیاید و سعی کنید با پیکتو داستان بسازید انیمیشن بسازید یعنی یک داستان یا یک در واقع مثلا یک روایتی رو توی ذهنتون تصور کنید که مثلا دو تا شخصیت سه تا شخصیت داره توی تصویرهای پس مختلف این اتفاق داره میفته و بعد این رو روی کاغذ بنویسید و بعد بیاید وارد پیکتو بلاکسش کنید حالا اگر از این شخصیت های آماده پیکتو استفاده کردید یا حتی میتونید خودتون با موبایل خودتون یا از اینترنت عکس وارد کنید تصویرهای پس زمینه رو اینجا دارید اگر نیاز به این تصویرها داشتید یا مثلا خودتون هم میتونید یک تصویر رو با موبایلتون عکس بگیرید یا حتی از تو اینترنت پیدا کنید وارد کنید و بعد خط به خط فکر کنید که چجوری میتونید یک داستان یا یک انیمیشنی رو با پیکتو بلاکس بسازید من یه نمونه کوچیک و سادهش رو میسازم شما خودتون باید این رو خلاقیت به خرج بدید و خیلی کامل ترش کنید خیلی گسترده ترش کنید مثلا یه دقیقه دو دقیقه میتونید اینجا داستان و انیمیشن بسازید این ایده که من دارم اینه که دو تا دانش آموز از مدرسه میان بیرون مثلا یکی از این دانش آموزا این شخصیت جان باشه چون خیلی کاستوم های مختلفی داره میبینید کاستوم راه رفتن داره کاستوم صحبت کردن داره دویدن داره خیلی کاستوم های جالبی داره و میتونیم ازش استفاده کنیم بعد برای تصویر پس زمینه هم مثلا ایدم اینه که از مدرسه میان بیرون از این عکس مدرسه قبلا استفاده کردیم از این عکس دومی میخوام استفاده کنم مدرسه دو و این رو اینجوری انتخابش میکنم ببینید الان اینجا این شخصیت جان رو میتونیم سایزش رو کوچیک کنیم مثلا بگیم که بشه چهل درصد اما یه نکته وجود داره اونم اینه که وقتی که ما اینجا سایز این شخصیت رو میکنیم چهل درصد و اینجوری یواش یواش میخوایم بیاریمش جلو بزرگ میشه برای اینکه دفعه بعد دکمه ران رو بزنیم باید دوباره بیایم اینجا بگیم چهل درصد و این از نظر کد نویسی غلطه ما باید هر کاری که میخوایم انجام بدیم رو تبدیل کنیم به کد که بتونیم بارها و بارها این ران رو بزنیم پس الان اینجا می اسپرایت دات سایز set سایز اینجا پرانتز بازو هم که بذاریم می نویسیم چهل درصد حالا این set سایز کردن اومد توی روند کود نویسیمون بعد اینجا اول مخفیش میکنیم میگیم سپرایت دات هایت بعد دو ثانیه مثلا یا یه ثانیه نمایشش میدیم پس اینجا می نویسیم تایم دات اسلیپ و یک ثانیه بعد اینجا میگیم که اسپرایت دات در واقع شو که نمایش داده بشه پرانتز بازو بسته حالا کدومون یک ایرادی داره احتمالا شما متوجه میشید دیگه ببینید علامت یه زبدر هم اینجا زده یعنی چی یعنی تایم رو ما به صورت ایمپورت وارد نکردیم پس اینجا باید حتما بنویسیم که ایمپورت خب تایم ایمپورت تایم هم زدم حالا اینجا موقعی که ران رو میزنم ببینید چه اتفاقی میفته خب الان کدوم یک جایی ایراد داره میگه خط چهار ایراد داره ببین اسپرایت دات ست رو نوشتیم ولی سایز رو ننوشتیم ست سایز رو باید مینوشتیم و داخلش مینوشتیم چهل میبینید این خطاها رو که بخونید کامل راهنماییتون میکنه که تو چه خطی خطا داشتی الان من تو خط چهار خطا داشتم بعد ران رو میزنم کدوم خطا نداره این ظاهر میشه و منتظره که الان دستور بعدی رو بگیره یه نکته هم که هست اینه که کاستومش رو هم باید بذاریم این کاستوم که در واقع استندینگ شماره سه است پس این رو انتخاب میکنم کنترل سی توی دستورات پایتون میگم موقعی که قبل از این که نمایش داده بشه بیاد و اسپرایت دات سویچ کاستوم اینجا دابل کوتیشن کنترل وی اینو میذاریم داخلش بعد حالا اینجا که ظاهر شد میخواد شروع کنه به حرکت کردن دیگه پس اینجا میگیم که فور آی این رنج مثلا به تعداد 25 تا بعد حتما دو نقطهش رو بذارید این فاصله ها رو رعایت کنید و اینجا بنویسید که هر بار اسپرایت دات چنج سایز کنه مثلا سایزش 4 تا 4 تا یا 5 تا 5 تا میخوایم تغییر کنه برای اینکه خیلی سریع هم این رو نکنه دوباره یه تایم اسلیپ هم بهش بدیم یه تایم اسلیپ خیلی کوتاه مثلا در حد یه دهم ثانیه حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته اینجا ران رو میزنم و اینجا ظاهر میشه و میبینید سایزش داره بزرگ میشه حالا میخوایم یه کاری انجام بدیم که این تا مثلا این خیابونه برسه پس میتونیم اینجا مثلا بزنیم 6 تا 6 تا سایزش تغییر کنه اما یه نکته دیگه نکته دیگه اینه که ما الان که اومده اینجا دفعه دیگه که ران رو بزنیم از اینجا ظاهر میشه میبینید ما باید حتما ایکس و وایش رو تنظیم میکنیم پس اینجا اینو برش میگردونم به 40 درصد میارمش میذارمش اینجا خب و x رو اینجا دارم x و Yش رو که اینجا داریم میتونیم اینجا تنظیمش کنیم بگیم که اسپرایت گو تو x و y منفی 60 تقریبا و برای وایشم هم 15 حالا درست شد حالا میتونیم بارها و بارها این کار رو انجام بدیم و برسه اینجا حالا وقتی که رسید اینجا باید کاستومش بشه کاستوم صحبت کردن یعنی مثلا دهنش باز بشه ولی این فاصله باید پاک بشه چون از حلقه فور بیرونه خب اینجا بشه کاستومش چی کاستوم مثلا اینجایی که داره صحبت میکنه پس همین کاستوم رو اینجوری میارمش تو پایتون میذارمش اینجا تو این دابل کوتیشنه و مثلا اینجا بگه که اسپرایت دات سی پرانتز باز و بسته کوتیشن مارک مثلا به فارسی میای بریم پارک بازی کنیم یه علامت سوال درست شد حالا ران رو بزنم ببینیم که کدومون چه جوری شده ببین مخفیه بعد میاد جلو شکلش عوض میشه و میگه میای بریم پارک بازی کنیم اما یه نکته ای اونم اینه که این باید زمان داشته باشه یعنی نباید این توی تصویر بمونه باید چند ثانیه بعد از بین بره پس اینو من برش میدارم اینجوری کنترل ایکس میزنم موقعی که میخواید فارسی بنویسید خب خیلی این نکته مهمیه که این پرانتزی که گذاشتید دابل کوتیشن که گذاشتید بعد قبل از اینکه زبان ویندوزتون رو به فارسی تبدیل کنید بیایید و این دو ثانیه رو هم بذارید بعد اون متن رو بذارید داخلش دقت کنید حالا فرمش رو می‌ریزه به هم ولی درست اجرا میکنه اونم به خاطر اینکه ما چپچین و راست چین میشه خب می‌ریزه به هم دیگه پس این خیلی نکته مهمیه بذارید یه بار دیگه انجام بدم توی این موقع که زبان کیبوردتون انگلیسی هست پرانتز باز و بسته دابل کوتیشن از این دابل کوتیشن با جهت کیبورد میاد بیرون و رو میزنید و مینویسید دو ثانیه بعد میاد داخل این شروع میکنید به نوشتن داخل کوتیشنه شروع میکنید به نوشتن یعنی زبان ویندوز هم رو تغییر دادم شاید شکلش ریخته به همه ولی اجراش درسته به مدت دو ثانیه این رو میگه پس این هم خیلی نکته مهمیه توی فارسی نوشتن پایتون حالا یه شخصیت دیگر رو هم وارد میکنیم ببین اینجا مثلا از این شخصیت هزل میخوام استفاده کنم این میذاریمش اینجا خب و همه این کودها رو برای این هم دیگه حالا بعضیاشون رو البته نمیخواییم اینا رو تا ایمپورت کنترل سی میام برای هزل کنترل وی یکی یکی کداشو میخونیم گفتیم که تایم ایمپورت بشه بعد هایت بشه بعد ست سایز چهل درسته تایم اسلیپش رو مثلا میتونیم متفاوت کنیم مثلا این یک ثانیه منتظر بمونه تا هزل بیاد بیرون پس اینجا میگیم دو بعد ایکس و وایش رو باید تنظیم کنیم از نظر ارتفاعی خب یا وای اینا تو یه ساعت دیگه پس اینجا اینم 15 یعنی همین 15 برای اینم خوبه اما ایکسش رو تغییر میدیم مثلا ایکسش رو میکنیم مثبت فکر میکنم 60 یا 70 یا 65 خوب باشه بعد کاستومش رو تغییر میدیم اینجا کاستومش مثلا کاستوم هزل استندینگ باشه بعد میاد اینجا و اینجا که رسید باید دوباره بشه کاستومش کاستوم مثلا صحبت کردن یا مثلا این شکله بشه کنترل سی میام اینجا و اینجا کنترل وی حالا نکته که وجود داره اینه که الان این روش رو هم باید این وری کنیم برای اینکه روش به سمت جان باشه همش رو انتخاب میکنم از این دکمه ببینید به شرط اینکه این انتخاب باشه ما میتونیم اینو جابجاش کنیم حالا این این وریش میکنیم و میزنیمش این وسط یعنی به این وسط تصویرتونم خیلی دقت کنید این وسط خیلی راهنمای خوبیه میگیم این راه... این بیفته این وسط مثلا بدنش بعد برای بعدیش هم دوباره همین کارو میکنیم. میبینید دوباره اینو میارمش اینجا اینو میذارمش وسط وسط بدنش رو میار میذارم با این علامت وسط پینت پیکتو بلاکس حالا کدمون رو برای اینکه ران کنیم خب اینجا نفه باید ران آل رو بزنیم ببینیم که چه ایراده ببینیم جفتشون مخفی هن. این یک ثانیه بعد ظاهر میشه و بعد داره میاد اینجا آها این قبل از اینکه این, جمله رو بگه باید یک کمی مکس کنه تا هزل برسه پس توی جان اسپرایت تایم اسلیپ میاریم کنترل سی میگیم uh, وقتی که کاستوم شد اینجا یک ثانیه هم صبر کنه و بعد این جمله رو بگه حالا مثلا برای هزل میتونیم جواب این uh, جان رو باید بده ولی باید چند ثانیه صبر کنه باید محاسبه کنیم یعنی اینجا هزل رسیده به uh, جان دو ثانیه طول میکشه تا uh, این جان سوالش رو بپرسه و هزل باید اینجا دو ثانیه پس مکس کنه تایم اسلیپ دو و بعدش مثلا یک جوابی بده حالا جوابش رو مثلا میتونیم دقیقا از همین الگو استفاده کنیم یا میتونیم حتی صوتیش کنیم یعنی یه کار جالبی که میتونیم انجام بدیم اینه که بیایم توی صداها مثلا اینجا رکورد کنیم صدای خودمون رو هر جا لازم بود و بعد واردش کنیم ببین من میگم که باشه بریم یا مثلا میگم باشه بود بریم دکمه ضبط رو میزنم باشه بود و بریم خب این یه تیکه رو انتخاب میکنم یه بارم پلش میکنم باشه بود بریم خب خوبه اینو سیو میزنیم بعد توی کد پایتون حالا این رکوردینگشونم هم که اسمش رو هم میخوایم دیگه پس این کنترل سی توی پایتون اینجا میگیم که هزل دو ثانیه بعد بگی که اسپرایت دات پلی الان بین پلی و پلی آنتیل دام خیلی فرق نمیکنه پس اینجا پرانتز باز و بسته کوتیش مارک و اینو میذاریم داخل صدا این اسم صدا رو میذاریم داخلش حالا برای اینکه صدای من مردون است و به بچه نمیخوره میتونیم چینج افکت بزنیم دیگه یعنی اینجا قبل از اینکه این صدا منتشر بشه افکت صوتیشو میتونیم تغییر بدیم بنویسیم اسپرايت. دات چنج ساوند افکت بعد اینجا بنویسیم پیچ رو میخوایم تغییر بدیم افکت پیچ و بعد میگیم که مثلا 70 تا یا 60 تا تغییرش بده حالا یک بار فقط هزل رو ران میکنم ببینیم که صدای من رو چجوری تغییر میده باشه بدو تو بریم این تی رو یادم رفته بود حالا یه بار دیگه این کلمه پیچ رو اشتباه نوشته بودم به خاطر همین اعمال نشد باشه بودو یه مقدار صدام رو شکل بچه ها کرد خب الان خوبه و دیگه مثلا میتونیم از اینجا و بعد دیگه شروع کنم به حرکت کردن و به سمت مثلا پارک بودوان پس اینجا میگیم که اینجا باید یک جان یک مکسی بکنه پس اینجا هم تایم اسلیپ میخوایم تا هزل داره جواب میده تایم دات اسلیپ به مدت دو ثانیه سب کنه بعد اینجا دیگه میخوایم یه حلقه بزنیم حلقه فور دور فور آی اسپرایت دات change ایکس ببینید چنج ایکس چون ایکسش میخواد جابجا بشه دیگه مثلا 10 تا 10 تا یا 20 تا 20 تا Xش تغییر کنه و بعد این شکل کاستومش تغییر کنه پس اینجا کاستومش رو میذاریم مثلا کاستوم این دویدن ببینید شکل دویدن رو میتونیم مثلا این دوتا رو در نظر بگیریم پس این جان, جان رانینگ رو انتخاب میکنم اینجا توی پایتون میام و اول اینو میذارم اینجا بعد یه بار دیگه بعد از این چینج ایکس هم نیازش دارم اینا رو خیلی دقیق و مرتب باید از اینا استفاده کنیم ببینید از رانینگ یک و دو میخوام استفاده کنم اینجا رانینگ کنترل C تو پایتون اینجا کنترل V و بعد اینجا هم میخواد بشه رانینگ دو پس این هم کنترل V و رانینگ دو رو انتخاب میکنم مثل همیشه هم دوباره تایم اسلیپ میخواد دیگه ران رو میزنیم و ببینیم که این جان چجوری حرکت میکنه ببینید دو ثانیه اینجا میگه که میای بریم پارک بازی کنیم بعد دو ثانیه مکس میکنید تا جواب بده و بعد اینجا کدمون یک اروری داره کد برای 19 خط 19 ببینید تایپ رنج هم اشتباه بود درستش کردم حالا دوباره ران رو میزنم ببینیم که آیا شروع میکنه به دویدن و دقیقا همین کد ها رو هم باید برای هزل هم بنویسیم خب دیدید که این تقریبا افکت دویدنش درست بود حالا یه مقدار سرعتش رو هم میتونیم بیشتر کنیم یعنی بکنیمش یک دهم ده سانیه بعد این به جای 20 هم بشه مثلا 30 تا و در انتها هم موقع که 30 تا حرکت کرد هایت بشه دیگه پس اینجا دوباره اسپرایت دات هایت مخفی بشه پرانتز باز و بسته و بعد اینجا هم همین کد ها رو هم برای هزل میاریم کنترل سی میاریمش برای اینجا و میگیم که بعد از اینکه این حرف مثلا صدای ضبط شده رو گفت حالا یه تایم اسلیپ براش بزنیم که یک ثانیه هم صبر کنه این تایم اسلیپ ها خیلی کمک میکنه که زمان بندی درست باشه بعد ایکسش هم میخواد تغییر کنه و بعد این فقط اسم کاستوم ها رو باید تغییر بدیم یعنی سویچ کاستوم بشه کاستوم این شماره یک و شماره دو واکینگ یک و دو یا قدم زدن خب حالا ران آل رو میزنم تا ببینم که جفتشون درست کار میکنن یا نه ببینید الان جان به درستی ظاهر شد اینجوری جلو اومد بعد این پیام رو منتشر کرد این صوتی جواب میده و بعد دوتایی شروع میکنم به دویدن و میبینید که کامل کد نویسیمون درست شد پس این هم شد که پروژه ای که با پایتون پیکتو بلاکس نوشتیم حالا تمرینی هم که برای شما داره. اینه که این دوتا وقتی که به اینجا رسیدن خب هایت بشن و توی یک صفحه دیگه ظاهر بشن یعنی اینجا میخوان بازی کنن دیگه مثلا یک زمین ورزشی بیارید مثلا این زمین ورزشی رو خب و بعد این دوتا که بیان اینجا ببین این دوتا بیان و هر کدومشون جای خودشون ظاهر بشن و بعد یه اسپرایت توپ هم اضافه کنید ببینید اسپرایت توپ رو هم اضافه کنید و بعد با تایم اسلیپ کنترل کنید اینها شروع کنم با هم یه جورایی فوتبال بازی کردن تو بازی کردن حالا کامل شده همین پروژه رو هم به شما نشون بدم خب همینطور که میبینید این پروژه رو من کاملش کردم برای کدنویسی جام فقط یک افکت صوتی اینجا گذاشتم بعد تا اینجا رو که با هم کدنویسی کردیم بعد از اینجا به بعد رو من خودم اومدم یه کدایی بهش اضافه کردم افکت گرافیکی پیکسل ایت رو استفاده کردم چیزی که تو این جلسه یادش گرفتیم بعد کلیر افکت کردیم که این پیکسل ایت از من بره بعد اسپرایتش هاید بشه بکتراپمون عوض بشه به ساکر دو یه افکت صوتی منتشر میشه میاد تو این موقعیت قرار میگیره سایزش میشه 120 و 4 ثانیه بعد ظاهر میشه دقیقاً کردی پس این کد نویسی جام بعد گفتیم که 20 بار شکل شوت کردن توپ رو اینجا شبیه سازی کنه خب بعد حالا برای هزل هم دقیقا تا اینجا که کد نویسی کردیم خب از اینجا به بعد رو من بهش اضافه کردم افکت گرافیکی پیکسلیت کلیر افکت کنه هایت بشه بیاد تو این موقعیت قرار بگیره سایزش به 320 درصد و بعد ظاهر بشه و بعد گفتیم که این هم شبیه شوت کردن توپ باشه اینم توی کاستوما درست کردم ببین از اینا کلیک راست گرفتم دوپلیکیت کردم بعد اینجوری برعکسشون کردم میبینید اینجوری برعکسشون کردم که شکل مثلا سمت چپ بگیرن حالا من اینو پاکش میکنم که کدوم خراب نشه و بعد یه توپ رو هم به کد اضافه کردیم 18 ثانیه باید هایک باشه تا این دوتا ظاهر بشن و بعد شروع کنه به در واقع حرکت کردن 20 بار به این سمت حرکت کنه و 20 بار به این سمت و هر بار که هم که حرکت میکنه این افکت صوتی بال منتشر میشه خیلی به این اسپیس ها اینجا دقت کنید ببینید اینو از این اسپیس های فور رو بیرون یعنی این 140 بار در واقع اجرا میشه بعد یک بار صدای توپ منتشر میشه و کل این مجموعه 20 بار در واقع اجرا میشه حالا وقتی که کد نویسیمون کامل شد اینجوری میتونیم تصویر رو بزرگ کنیم و بعد ران آل رو بزنیم ببینید الان اینجا یه افکت صوتی منتشر شد این یک پیام متنی میده این با صدا جواب میده و بعد شروع میکنم به دویدن اینجا افکت پیکسلیت انجام میشه کلیر افکت میشه میبینید و بعد توپه ظاهر میشه تازه و شروع میکنم با هم فوتبال بازی کردن دقت کردی و 20 بار این کار تکرار میشه تا کدمون استوب میشه ببینید اینجا که داره میچرخه یعنی کدمون هنوز داره اجرا میشه و بعد 20 بار شوت کردن این کد در واقع استوب میشه حالا من استوب رو میزنم امیدوارم با خلاقیت خودتون پروژه های خیلی جالبی رو با موضوع داستان و انیمیشن بسازید کد نویسیش هم سخت نیست فقط باید خوب فکر کنید که چه کار می‌خواید انجام بدید و بعد با تایم اسلیپ ها زمان در واقع داستانتون رو کنترل کنید این کد این پروژه رو هم من به صورت کامل توی سایت ایران استیم توی بخش دوره برنامه نویسی پایتون میذارم که اگر شما جایی به مشکل خوردید بتونید کدش رو دانلود کنید و اون مشکلتون رو رفع کنید و بعد سعی کنید با خلاقیت خودتون این پروژه رو کاملتر و بهترش کنید تا جلسه دیگه خداحافظ